خانم ها آقایان، میهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. اگر میهنان گرامی به پرونده حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی در سالی که گذشت مراجعه بکنید، ملاحظه میکنید که این پرونده سراسر پر از جنایت، شکنجه، آزار و دلایل بسیار بیمعنی و پوک برای محکوم کردن دگراندیشان وجود داره. آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، کسی که رئیس کانون وکلای دادگستری ایران بوده، عضو جامعه حقوق بشر ایران بوده و جرمش این بوده که از کسانی که دگراندیش بودن و به وسیله دادگستری جمهوری اسلامی یا قوه قضاییه مورد تعقیب قرار گرفتند، زیر شکنجه قرار گرفتند و در زیر شکنجه عقاریری کردند که در هیچ دادگاهی، حتی عقب افتاده ترین کشورهای جهان، این عقاریر قابل استناد نیست. جرم آقای عبدالفتاح سلطانی دفاع از این دگر اندیشان بوده. نه تنها آقای عبدالفتاح سلطانی، بلکه آقای زرفشان، بلکه خانم شیرین عبادی، بلکه نسرین ستوده، خانم صدر و خیلی از اینایی که بعضی هاشون ناچار به مهاجرت اجباری شدن و فرار کردن و بعضی دیگر خانه نشین شدن و دیگه اصلا صحبتی ازشون نیست و یا در زندانهای جمهوری اسلامی در برابر دادگاه‌های علیگونه قرار گرفتن. آقای عبدالفتاح سلطانی محکومیتی که براش صادر کردن حیرت آوره. میهنان گرامی، ایشون براتون عرض میکنم که علت اصلی جرمی که براشون در دادگاه عدل علیگونه جمهوری اسلامی صادر کردن این بوده که جایزه حقوق بشر نورنبرگ رو ایشون رو کاندید کرده بوده و قرار بوده بره به آلمان و این جایزه رو دریافت بکنه، ولی جمهوری اسلامی اجازه پرواز به ایشون نداده، ممنوع الخروجش کرده و از همون جا گرفتن بردنش زندان و در دادگاه به علت تحصیل مال نامشروع محکوم شد. تحصیل مال نامشروع هم یعنی دریافت جایزه که ایشون سهمی درش نداشته. ایشون به عنوان عنصری که برای حقوق بشر فعالیت میکرده، از حقوق زندانیان دفاع میکرده در دادگاه و بیدادگاه جمهوری اسلامی، برنده جایزه بزرگ شهر نورنبرگ آلمان شده. بنابراین در انتخاب خودش سهمی نداشته، اما نه جایزه رو گرفته نه پولی بابت این جایزه گرفته. توی فرودگاه دستگیرش کردن بردن زندان. ایشون به علت تحصیل مال نامشروع محکوم شده. محکومیتش چقدر بوده؟ 14 سال زندان و 10 سال محرومیت از شغل. 14 سال زندان در برازجان در نزدیکی بوشهر، جایی که در رژیم گذشته محل زندانیان بوده، بندر عباس، بوشهر، جاهای بد آد با هوا که محکومین سیاسی رو اکثرا به اونجاها میفرستادن، محکوم میکردن که در اونجاها باشه. اما یک وکیل دادگستری که هیچ جرمی نتونستن براش تعیین کنن جز کسب مال نامشروع، 14 سال زندانش کردن و 10 سال از شغلش محروم شده. کاری که
در مورد آقای دکتر مهدی خزعلی هم کردن. خزعلی ببخشید. آقای دکتر مهدی خزعلی رو همه شما میشناسید میانو گرام. از کسانی بوده که به رژیم جمهوری اسلامی وفادار بوده. پدرش بنیاد قدیر رو داره، یکی از فسیل های این رژیمه. و چند بارم گفته من پسرم رو آقا میکنم، چون برخلاف نظرات من. میبینی چقدر دموکراتن. این آقای خزعلی رئیس بنیاد قدیر که بارها و بارها به نوروز فحش داده، گفته آقا این جشن گبرهاست، ما عید قدیر داریم، عید قربان داریم. تازه اون قدیرشون هم میدونی که فقط شیعیان قبول دارن، یعنی اون زمانیش که به اعتقاد این آقایون حضرت محمد کمر حضرت علی رو گرفته در روز قدیر خم بلند کرده و گفته این جانشین منه، که در بسیاری از روایات تاریخی اصلا همچی چیزی وجود نداره. ولی ایشون رئیس بنیاد قدیره و میگه نوروز یعنی چی؟ ما کسانی هستیم که معتقد به اسلامی، معتقد به شیعه اثنا عشری هستیم، بنابراین عید ما عید قربانه، عید قدیره، در درجه اول قدیر. حالا این آقای دکتر مهدی خزعلی فرزند یک کمچی جانوریه و این جانور گفته چون این پسر من مثل من فکر میکنه، من آقش میکنم. میدونی که یه فرزندش هم در جنگ از دست داده این آقای آیت العظما خزعلی. آقای مهدی خزعلی معتقده که در این رژیم، در رژیم جمهوری اسلامی، به اعتقادی ایشون عرض میکنم، که قرار بود عدالت جایگزین زورگویی باشه، مردم در برابر قانون یکسان باشن، دزدی وجود نداشته باشه، سرسپردگی وجود نداشته باشه و بت بزرگی وجود نداشته باشه، ایشون معتقده که از اول زمانی که آقای، البته ایشون جدا میکنه، رئیس روزخانه ها شده رهبر مملکت، این آقای علی خامنه ای رو، اون نمیگه من میگم، که یک روزخان بوده و بنا به روایات تاریخی که خودشون هم خیلی استناد میکنن، ایشون شلوارشو میکرده تو چکمه، سوار یه موتور میشده میرفته روزه میخونده، ده تومانم میگرفته. حالا نقل قول ایشونو میکنم، ایشون معتقده که از این آقای رهبر این اطرافی ها یه بت ساختن و همین سبب شده که این آقای رهبر اعتقاد پیدا کنه که برتر از همه است و اصولا در جمهوری اسلامی این قبا به تن ایشون و آقای خمینی برازنده است، که طبق قانون اساسی که این آقایون تفسیر میکنن هر کاری برای رهبر مجازه. فرمانده کل قواست، سه تا قوه یعنی قضاییه و مقننه و مجریه تحت نظر ایشونن، یعنی تحت اوامر ایشونن. ایشون میتونه فرمان جنگ صادر کنه، ایشون میتونه زندگی آدمها رو ازشون بگیره و به آدمها زندگی ببخشه. آقای خامنه ای، من بارها همیهنان گرامی در برنامه هم گفتم، در طول تاریخ ایران ما هم از نظر مالی، هم از نظر پولی و هم از نظر قدرت شخصی کسی رو مثل علی خامنه ای نداشتیم. پادشاهان همیشه نصف قدرت رو در دست داشتن، نصف بقیه قدرت در دست روحانیون بوده، حالا چه زمان ساسانیان که مغ‌ها بودن و چه در زمانی که دین مبین اسلام به مردم ایران قبولانده شده. حالا من در همین حد حرف میزنم. ما اصلا سابقه نداره کسی در زندگی یک ملتی اینقدر قدرت داشته باشه. پولهای سرسام آور زمان شادروان مصدق درآمد
از هر بشکه نفت حدود 50 سنت تا 1 دلار، او 1 دلار هم نه بود. و اون کسانی که من میبینم در این تلویزیون های خارج از کشور، یه بحث خیلی جالبی همینانه این موضوع. ببینید، ما همیشه مشکلمون این بوده که اگر کسانی از نظر عددی احساس میکنن در اکثریتن یا در قدرتن، اینا زمانی میتونن بگن که ما آدمای انسانهای دموکرات هستیم، انسانهایی هستیم که به رأی دیگران احترام میذاریم حتی اگر مخالف ما باشن. اینجا مشخص میشه که این آدما در قدرت نباشن، ولی تصورشون این باشه چون از نظر عددی تعدادشون بیشتره، بنابراین میتونن زور بگن. در این شهر ما شاهدیم بیشتر مطبوعات، بیشتر رادیوها، بیشتر تلویزیونها از یک جریان خاص، یعنی سلطنت طلبی، دفاع میکنن. ولی همین آقایون قبول نمیکنن که کسانی هم مخالف عقیده اینا باشه. به محض اینکه شما کوچکترین عقیده، در حالی که کسی که بهش اعتقاد دارن، یعنی آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، و به قول اونا اعلی حضرت رضا شاه دوم، آقا ایشون دلش خون از دست اینا و میگه اینا دشمن واقعی منن، نه مخالفین دگر اندیش من. تمام این رادیوها و تلویزیونها و مطبوعات اکثرش در خدمت ایناست. من داشتم پریشب یه برنامه رو نگاه میکردم، یه جوانکی هست، حالا اصلا اسمش هم نمیخوام بیارم، سرتاپای این برنامه فحاشی به میلیون ایران، به مصدق، به مخالفین عقیدتی ایشون، به چپا، به مجاهدین، به، یعنی آدم تعجب میکنه در یک کشور آزادی مثل آمریکا و در جهان غرب که این آقایون اعتقاد دارن فرار کردن از دست این رژیم خوناشام، آمدن بیرون و میگن اینا حقوق بشر رو نقض میکنن. اینجا اجازه نمیدن شما از عقاید دفاع کنی، تا دفاع میکنی میگن شما فحاشی میکنی، ولی خودشون آزادی کامل دارن برای اینکه به هر کی دلشون میخواد پشت بدن. شما به محض اینکه پشت بدی میگن دارن اتحاد مردم رو به هم میزنن، دارن خوراک میدن به جمهوری اسلامی. میشنوم دیگه، بیشترین فحاشی ها به مشیریه، به منه، به آدمایی که سه چهار تا عقیده اینا رو نداره. و شما وقتی که این برنامه ها رو نگاه، فوش به مجاهدین، فوش به چپ ها، فوش به آدمای دیگه، هر کس که دم دستشون برسه، چرا؟ حرفی ندارن. این همه سوژه تو مملکت ماست، این همه جنایت داره انجام میشه، اینا هنوز بر سر اون مواضع خودشون هستن که این همه بدبختی هایی که در مملکت ما به وجود آمده در اثر وجود میلیون ایران، طرفدارای مصدق، نمیدونم چپا، مجاهدین خلق، اینا. اما یک بار نیومدن کلاشونو قاضی کنن بگن آقا بیایم در این مورد یه مقداری آخه عقل و خرد رو جایگزین کنیم. خب این فحاشی 32 سال ادامه داشت، چه نتیجه داده؟ چه نتیجه حاصل شده جز اینکه جمهوری اسلامی پروارتر شده؟ شما در لس آنجلس 800 هزار، به روایتی 900 هزار، به روایتی 700 هزار ایرانی هستن. تمام امکانات تبلیغی هم در دست این اصولا این آقایون که اسم بردن، ولی همین شهر شده مرکز حزب اللهی های جمهوری اسلامی. 480 شرکت جمهوری اسلامی در این شهر مشغول فعالیته. تظاهرات میذارین 200 نفر حد اکثر، 200 نفر. چرا؟ برای اینکه آقایون فقط و فقط یاد گرفتن یه تلویزیون درست بکنن، یه چند تا برنامه، 6 ماه 7 ماه برنامه برن، دستشون رو دراز کنن و به مردم فحاشی که ما مبارزیم که در این تلویزیون به همه فحش میدیم، چرا شما به ما کمک نمیکنید؟ شما حالیتون نیست که به ما کمک نمیکنید. من حیرت میکنم همیانان گرامی، حیرت میکنم از این حرفا. و ما عادت کردیم چون از نظر عددی، چون قدرت در دستمون، بقیه رو خورد کنیم، کاری که جمهوری اسلامی میکنه و این آقایون هم میکنن اینجا.
شما اگر به اینا بگی دشمن واقعی فعلی مملکت ما کیه، اصلا به اونا کاری ندارن. تو لابلای حرفاشون هم بعضی وقتا راجع به اونا صحبت میکنن. یه آقای اومده به عنوان تاریخ نگار با آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی که در بسیاری از پرونده ها دستش گیره، با ایشون یه مصاحبه کرده، یه کتاب نوشته، آمده داره راجع به کتابی که نوشته میخواد صحبت بکنه. امروز صبح میشونه دیدم در یه تلویزیون آمده میگه بختیار و مصدق شروع کرده، مصدق و سلطنه و بختیار کسایی هستن که میخوان وجیه المله خودشونه نشان بدن، ولی پشت صحنه اینطوری نیست، وابستن. آقای بختیار دست نشانده انگلیس بوده، همیشون میگه این آقای تاریخ نگار. و درست زمانی اومده، من اعتقاد دارم ایشون با این کارش خوراک داده به جمهوری اسلامی، درست زمانی اومده این مسائل مطرح کرده با آقای پرویز ثابتی که ایشون داره ثابت میکنه که یه آدم روشنفکری بوده و محمد رضا شاه نمیتونسته تحمل کنه یه آدم روشنفکری مثل آقای پرویز ثابتی رو با نظرات خوبش، برای اینکه میگفته من به شاه فقید گفتم که راه مقابله با مخالفین اینه که به اینا اجازه بدیم این حرفا رو بزنن، این کارو بکنن، این کارو بکنن، نه شکنجه، نه زندان، نه این حرفا. شکنجه رو نگفته البته، ولی ایشون منو میخواست تحویل دادگاه نظامی بده. یعنی داره میگه که ایشون آدم روشنفکری بوده، محمد رضا شاه مخالف این روشنفکری این آقا بوده. و درست زمانی اومده این حرفا رو مطرح میکنه که شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، اعلی حضرت رضا شاه دوم آمده مسئله جنایات رژیم جمهوری اسلامی رو مطرح کرده و از آقای خامنه ای رئیس روزخان ها به عنوان جیانی درجه یک داره اسم میبره که در دادگاه های بین المللی مورد تعقیب قرار بگیره. درست در یک همچین شرایطی کتاب این آقا در اومده، بسیاری از کسانی که در رژیم گذشته مورد شکنجه قرار گرفتن الان یقه گرفتن که خب آقای شاهزاده رضا پهلوی وقتی که شما یقه آقای خامنه ای رو میگیرید، پس تکلیف اون کسانی که در اون رژیم شکنجه شدن، کشته شدن چیه؟ چرا به اونا اشاره نمی کنی؟ حالا برمیگردیم رو بحث اصلیمون. همیانانی گرام، این یه پرانتز بود. منظورم اینه که ما یک وظیفه عمده گردن داریم. حالا شما هی بیاین به آدما، به میلیونی که هم در رژیم گذشته مورد تعدی و ظلم بودن، هم در رژیم فعلی بیشتر از همه، حالا بیان هی فوش بدین همه تقصیرها رو بزنین گردن اینا. رژیم جمهوری اسلامی با این حرفا نمیره. اگر میخواین روشنگری کنین، روشنگری باید بر مبنای سند باشه، مدرک باشه، باد هوا نباشه. و شما فاقد همین سندی، فقط برادید فوش بدید، فقط برادید تهمت بزنید، در حالی که عده زیادی از رهبران خود شما از جمله شاهزاده رضا پهلوی میگه در شرایط فعلی باید همه تفکر ما، همه فعالیت ما برای اتحاد باشه، شما دارید درست مخالف این عقیده رفتار میکنید و تشتت. ببینید من چندین تلویزیون در این شهر به شما نشون میدم که صبح تاشون کارشون تشتته، این حرفا رو میزنن، این فحشا رو میدن، تا کسی میخواد جواب بده یقش رو میگیرن میگن شما دارین به اتحاد ملت خلل وارد میارین. یعنی اینا میگن ما اجازه داریم هر چی دلمون میخواد بگیم، ولی بقیه خفه، بقیه هیچ، بقیه اجازه ندارن. هزاران جوان مجاهد، شما میتونید با مجاهدین مخالف باشید، هزاران جوان مجاهد در برابر گلوله های این اهریمنا، این ددمنشا رفتن تو میدان ها، سینه هاشون سپر کردن، کشته شدن در فعالیت های خیابانی، کشته شدن در زندان ها، بدترین شکنجه ها رو دیدن.
ولی دست از عقایدشون بر نداشتن. شما چی کار کردید؟ جز اینکه کراوات زدید، آمدید، هی فوش دادید و باز دستتون دراز کردید، چرا مردم به ما کمک نمی کنن؟ به چی کمک کنن؟ به فحاشی؟ چه کار مثبتی کردید در عرض این 32 سال؟ ما دلمون خوشه که جمع میشیم در جلسات، کتک کاری نمی کنی بعد از 32 سال. بعد از 32 سال خوشحالیم که همدیگر تحمل می کنیم، کتک کاری نمی کنیم. هر کس هم میاد یک کار مثبتی میخواد بکنه، لجنمالی شروع میشه، به شدت لجنمال، همراه با جمهوری اسلامی، همپای با جمهوری اسلامی. و این بدترین و ننگین ترین نوع فعالیت بقیده من. ملتی که از نظر فرهنگی، من بارها در برنامه هام راجب زنان میهنمون صحبت کردم، راجب کارگرانمون صحبت کردم، راجب دانشجویانمون صحبت کردم، راجب اقشار مختلفی که بدترین شرایط که امکان داره برای یه بشر وجود داشته باشه در ایران دارن تحمل میکنن، ولی ما در خارج از کشور تمام این کارها رو، یعنی به طور تک تک از نظر فرهنگی بی نظیر کار میکنیم، ولی به محض این که کار سیاسی میخوایم بکنیم شروع میکنیم کارهایی کردن که محیرالعقوله، به قول بعضیا حیرت آوره که یعنی چی این کارا؟ آخه چرا بعد از 32 سال ما هنوز نتوانستیم در مورد یه حکومتی که هممون از نظر فکری به این نتیجه رسیدیم که جانی ترین رژیم در طول تاریخ ایران بوده، که با شناسنامه ایرانی اینجوری بلا داره سر مملکت ما میاره در همه زمین ها، معتقدیم که این رژیم همه کسانی رو که بوی از انسانیت بردن، خرد دارن، ایرانی هن و به ایران فکر میکنن میخواد نابود کنه. اینا حد اقل هست دیگه. چرا ما خالف همدیگه هستیم؟ چرا نباید در یک موضوع با همدیگه حد اقل توافق بکنیم برای سرنگونی این رژیم؟ چرا نباید بکنیم این کارو؟ ولی به محض این که مردم در داخل قیام میکنن، ما اینجا احساس میکنیم که ها شرایط داره بر میگرده، یه 35,000 نفر میان تو خیابونا در لس آنجلس. اونم کیا میان؟ جوونا، جوونایی که تا به حال نبودن، احساس کردن خب الان مبارزه باید کرد. چه بلایی سر این جوونا آوردیم؟ کاری کردیم که این جوونا رفتن اون گوشه خیابون، اونجا شروع کردن شعار دادن، نذاشتیم بیان تو. همین سنای ما پیرمردا دل سردشون کردیم، یا اینا رفتن در دانشگاه خودشون در این لس آنجلس، من شاهد بودم، یا اونور خیابون شروع کردیم یوهو افراطی ناسیونالیست شدن، ایرادای عجیب و غریب. چرا پرچم سبز دستتونه؟ چرا سبز گذاشتین اینجا؟ پرچم شیر خورشید کو؟ در حالی که همه اونا اعتقاد داشتن به این چیزا. حالا همیهنان گرامی، زندانی ها رو دوباره برگردیم سر مطلب هست، زندانیان سیاسی رو میگیرن شکنجه میدن. همسر یه زندانی سیاسی میاد میبینه شوهرش، برادرش، پسرش، عزیزش، وقتی که گرفتنش فرض کنید 70 کیلو بوده، میره تو زندان میبینه پیشونی شکسته، چشش آسیب دیده، رنگش شده زرد، دندوناشو شکستن، شده وزنش 45 کیلو تا 50 کیلو، 45 کیلو اکثرا، و میلنگه، دو تفرم زیر بغلش رو گرفتن. شما خودتون رو بذارید جای اون آدم، جای زن این زندانی، جای مادر این زندانی، جای خواهر این زندانی. بعد این میاد، بیا برادرش به قول سامان میاد میره توی خارج از زندان باهاش مصاحبه میکنن، میگه بله آقا شوهر من، برادر من، نمیدونم خواهر من، دیدم اینطوری شده، ضعیف شده، کتک خورده، شکنجه شده، اینطوری که وزن نمیشه. این آدم ها رو میگیرن به جرم اینی که شما مصاحبه کردی،
و این حرفا رو زدی میبرن زندان 4 سال 5 سال هم براش حکم صادر میکنن. اصلا آدم حیرت میکنه همین الان میگم. وکیلا رو میگیرن 14 سال 15 سال برای اینکه دفاع کرد. خانواده ها رو میگیرن برای اینکه مصاحبه کرده راجع به عزیزش حرف زده. نمیدونم روزنامه ها رو میگیرن برای اینکه شما منعکس کردید قسمتی از این اظهارات اینا رو. اینترنت رو میبندن. ماهواره رو نابود میکنن. میان خونه های مردم مثل عجل معلق میریزن تو خونه ها. ماهواره ها رو میگیرن نابود میکنن از بین میبرن برای اینکه شما نگاه نکنید. شب خونه تو مهمونی مثل مور و ملخ میریزن اونجا شما رو میگیرن که شیطان پرستی. آخه آدم چی بگه؟ چی بگه همینان گرامی با این جانورا؟ این پرونده حقوق بشر اینا. در سال گذشته آمارای حقوق بشر نشون میده که اینها چندین برابر سال گذشته دست زدن به اقدامات، اعدام های خیابانی. در بعضی جاها هم اطلاعیه دادن. مردم اگه میخوان یک چیز زیبا ببینید، یه آدم اون بالا داره پاشو اینجوری اینجوری میکنه، بیان در میدان فلان از ساعت 5 صبح، مردم از 2 شب بیان نگاه کنید، یه نفر میخواد جون بکنه، بیاین تماشا، بیاین تماشا کنید. خیلی حرف دارم همین الان میگم، وقت ندارم، خیلی وقت دارم، خیلی حرف دارم، خیلی حرف دارم، وقت ندارم. و بارها و بارها همین الان گرامی خواستم به یه مسئله بسیار مهم اشاره بکنم. وقتی اومدم همین خبرها رو دیدم یا بعد صحبتایی که بکنم، باور کنید وقتی که رفتم از استودیو بیرون دیدم اون چیز مهمی رو که باید بهش اشاره میکردم فرصت نکردم. کار ما به اونجا رسیده که آقای احمدی نژاد میاد میره در کنفرانس های بین المللی چنون حرف های عجیب و غریبی میزنه، چنون استدلال های آبکی میکنه که مطبوعات اون کشوری که این رفته میخندن به این رفتار، میخندن. گفتگو میکنم با آقای ایرج مستاقی همیهنانی گرامی، یکی از فعالین سیاسی، که صحبت هایی که من با آقای مستاقی کردم بسیار مورد توجه قرار گرفت و دیشبم در برنامه‌ام گفتم وقتی که آدمایی مثل ایرج مستاقی که در زندان شاهد توحش این روزخان‌ها و مله‌ها بودن میان راجع به این مسائل صحبت میکنن، یه عده میگن آقا چرا مردم رو میترسونی؟ چرا اینا رو میگین؟ درست حقیقته ولی نباید اینا رو بگین، مردم میترسن. نه، شما میترسید. اون کسی که میره اون بالا پرچم ایران میگیره دستش در روز روشن و میگه مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، میدونه اگه بگیرنش تکلیفش چیه. خانوم نسرین ستوده، آقای مهدی خزعلی، آقای عبدالفتاح سلطانی و بسیاری از میهن پرستان میدونن، آقای تبرزدی، آقای نمیدونم، ده ها اسم میتونم ببرم، اینا میدونن در زندان چه بلایی سرشون میارن. من از آدم های مختلف گفتم که به یه قشر خاصی اشاره نکرده باشم. اینا میدونن زندان چه خبره. موب که نذاشتن براشون برن کتاب بدن دستشون و چلو کباب براشون سفارش بدن. اینا از اولین روزی که این روزخان ها اومدن رو کار میدونن که در زندان ها چه خبره، از زمان انقلاب رهبر کبیرشون تا حالا با علم به این مسئله مبارزه میکنن. بنابراین این صحبت ها رو همینان گرامی اگه خودمون میترسیم اینو بستش ندیم. آقای مصداقی گرامی درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز. سال نو رو به شما همچنین به هموطنانم تبریک میگم، امیدوارم سال خوب و خوشی برای همه باشه. آقای مصداقی شما صحبت منو شنیدید، یه عده به من ایراد گرفتن که شما در بحثات و کسانی رو که دعوت میکنی اینا راجع به شرایط وحشتناک زندان ها صحبت میکنن و این سبب ترس مبارزین میشه. میخوام نظر شما رو بدونم، من نظرم رو شنیدید چی گفتم.
میخوام ببینم شما چه عقیده‌ای دارید در این مورد. خب ببینید، ما که نمیتونیم راجع به وضعیت خوب مردم ایران صحبت کنیم، راجع به وضعیت خوب اقتصادی مردم صحبت کنیم، یا راجع به پیشرفت‌های اجتماعی و یا سیاسی کشور در واقع در تحت هدایت آقایون خانوم‌ها از خامنه‌ای بگیریم تا پایین. در هر صورت اینا واقعیت جامعه ماست، واقعیت هاییست که امروز در جامعه ما وجود داره و مردم میبایستی با اینها آشنا باشن، میبایستی بدونن برای چی با این رژیم مخالفن، برای چی با این رژیم بایستی مخالفت بکنن. و در هر صورت برای نیل به آزادی، برای نیل به دموکراسی، میبایستی بهای اون رو پرداخت، بهای هر اون چه رو که شما میخواهید به دست بیارید و باید بپردازید. در همه جای دیگه دنیا هم مردم بهای اون چه رو که به دست آوردن پرداختن. در صورت همه ما میبایستی این آمادگی رو داشته باشیم و به جای اینکه توجیه بکنیم عدم در واقع حرکت خودمون رو، میبایستی به این سمت بریم که اون توانایی رو در خودمون به وجود بیاریم که بتونیم برای احقاق حقوقمون مبارزه کنیم، برای به عقب روندن رژیم مبارزه کنیم. ببینید اگر اینها گفته نشه، نظام جمهوری اسلامی که در عمل کردش تغییری به وجود نمیاره، اگر اینها بیان نشه که اونها دست از انجام این کارها بر نمیدارن، که اتفاقا در بسیاری موارد همین افشاگری ها، همین صحبت ها باعث میشه نظام جمهوری اسلامی در گوشه قرار بگیره و مجبور بشه که به خاطر توجیه اعمالش دست از بخشی از اونها برداره. توجه داشته باشید امروز در سایه همین مسائل ارتباط جمعی، در سایه این رسانه ها و این صحبت ها و این اطلاع رسانی ها، شرایطی که در زندان های جمهوری اسلامی میگذره بسیار بسیار علی رغم در واقع فاجعه‌ای که در زندان ها میگذره، بسیار بهتر از اون چیزی که در دهه 60 بوده، بسیار بهتر از اون موقعی است که راجع به این مسائل صحبت نمی شده. توجه داشته باشید در سال 67 در عرض چند هفته هزاران زندانی رو قتل عام کردن، چیزی که امروز امکانش دوباره نیست یا بسیار بسیار سخته. چرا نیست؟ به خاطر آگاهی عمومی. چرا نیست؟ به خاطر وسایل ارتباط جمعی. چرا نیست؟ به خاطر اینکه وسایل ارتباط جمعی به بخشی از وظایفشون عمل میکنن. به همین دلیل دست نظام جمهوری اسلامی بسته است، نه اینکه ماهیت اونها تفاوتی کرده، نه اینکه اونها بهبود پیدا کرده دیدگاهاشون، نه مطلقا نه، اونها فقط مجبور شدن که در جاهای عقب بنشینن. آقای مستقی عزیز، شما میدونید که ماموریت گزارشگر ویژه آقای احمد شهید رو تمدید کردن. این به عقیده من یه پیروزی بود برای همه کسانی که معتقدن به طرز وحشتناک حقوق بشر در ایران نقض میشه. میخواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم. آیا این تمدید وظایف گزارشگر ویژه میتونه کمک بکنه به افشاگری بیشتر این رژیم که دست به این جنایات وحشتناک تا به حال زده؟ و بعدم اگر شما با آقای احمد شهید تماس گرفتید، که من میدونم حتما گرفتید، بفرمایید که الان وضعیت ایشون، نظرش نسبت به زندان‌ها چیه و چه نظراتی داره؟ ببینید، بس بچه داشته باشین که مسئله بررسی وضعیت نفس حقوق بشر در ایران برمیگرده به دهه 80، در 80 میلادی یا دهه 60 خودمون. در سال 1963 یا اواخر 62 بهتره بگم، گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شد و در سال 63 کار خودش شروع کرد. آقای آندریاس آگوئلا اولین گزارشگر ویژه بوده در ارتباط با مسئله بررسی وضعیت نفس حقوق بشر در ایران. منتها به علت عدم همکاری دولت آقای مهندس میرحسین موسوی با ایشون و اینکه اجازه ندادن ایشون به ایران بیان و همچنین پاسخی به گزارش های ایشون و پاسخی به درخواست های ایشون و سوالات ایشون نمیشد و پیگیری هایی که ایشون میکردن، آقای آندریاس آگوئلا استعفا دادن به عنوان اعتراض و اینکه نمیتونن فعالیت خودشون رو دنبال کنن و مأموریتشون رو انجام بدن. بعد از ایشون آقای رینالدو گالیندوفور جایگزینشون شدن که ایشون هم تا سال 74 میلادی در واقع گزارشگر ویژه بودن و در این سال به علت عدم همکاری دولت هاشمی رفسنجانی و به علت اینکه ایشون رو به ایران راه نمیدادن، البته ایشون کسی بودن که تونستن 3 بار به ایران برن، در گزارش اولیه‌شون که در همکاری مستقیم با دولت جمهوری اسلامی و اون
در واقع نگاه بین المللی که به جمهوری اسلامی بعد از جنگ بود و امیدواری هایی که داشتن بلکه وضع بهتر بشه و اینها، ایشون در یک سازش کاملا آشکار با دولت جمهوری اسلامی و با جنایتکاران گزارش بسیار بسیار شریرانه ای رو بعد از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 ایشون در سال 68 این گزارش داد. البته بگم بهتون حتی اون سال ما قطعنامه هم نداشتیم، با اینکه رژیم جمهوری اسلامی از یک قتل عام بزرگ بیرون اومده بود، گزارش اول ایشون با استقبال لاجوردی روبرو شد، تبریکی بود که حتی به ولایتی گفتن. منتها بعد از اون به خاطر فشارهای بین المللی، به خاطر افشاگریهای بین المللی، دولت جمهوری اسلامی هم در تعینا قرار گرفته بود و هم گزارشگر ویژه، گزارش دوم ایشون بعد از سفر به ایران گزارش تقریبا متعادلی بود، بخشی از اون کمبودها در اونجا جبران شده بود، البته نه به اون شکل که میدونید. حتی آقای جفری رابرتسون در گزارشی که راجع به کشتن سال 67 دادن دست گذاشتن روی کمکاری سازمان ملل و همچنین رینالدو گالیندوپول و اینکه اینها مأموریت خودشون رو انجام ندادن، به وظایفشون عمل نکردن. قاضی جفری رابرتسون قاضی سازمان ملل هستن، قاضی مستقل هستن، که در این رابطه اظهار نظر کردن، اظهار تأسف کردن راجع به این موضوع. و بعد رینالدو گالیندوپول هم به خاطر عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی باهاش مجبور به استعفا شد و آقای موریس دنبی کاپیتون جایگزین شدن و به عنوان سومین گزارشگر. ایشون فقط یک بار تونستن به ایران برن در دولت خاتمی و بعد دیگه دولت خاتمی اجازه ورود به ایشون نداد. ایشون گزارش متعادلی رو، بالانس شده ای رو داده بودن و بسیار امتیاز به دولت جمهوری اسلامی داده بودن و در سالهای بعدش هم بارها این کار رو کردن به امید اینکه یک بار دیگه اجازه بدن بره ایران و هیچگاه دولت خاتمی اجازه نداد و ایشون هم نتونست به ایران بره. در یک در واقع توطئه‌ای که دولت خاتمی همراه با کشورهای ناقض حقوق بشر و کشورهای اسلامی که اتفاقا در صدر ناقضین حقوق بشر بودن، در سال 2002 قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیسیون حقوق بشر که در تسلط این افراد بود یا این کشورها بود رأی نیاورد و خود به خود آقای کاپیتون هم مأموریتشون تمدید نشد و ایران گزارشگر ویژه نداشت. و این اتفاقا یکی از ضرباتی بود که دولت خاتمی و وزارت امور خارجه‌اش و دستگاه دیپلماسیش با همکاری ناقضین حقوق بشر در سطح بین‌المللی به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و کمک کردن و این وضع رو به وخامت رفت و محصولش رو هم خوب که می‌بینیم این روزها. و بعد از سال 2006 به بعد وقتی که شورای حقوق بشر تشکیل شد عملاً پرونده ایران رو به عقب انداختن، چند سال پرونده ایران به عقب افتاد و مورد رسیدگی قرار نگرفت تا عاقبت در سال گذشته آقای پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و آقای احمد شهید انتخاب شدن. باز هم عرض میکنم با در واقع روی کردی که جامعه بین‌المللی به نظام جمهوری اسلامی داشته، ببینید نظام جمهوری اسلامی اومد مشخص کرد، شروطی رو مطرح کرد، یک گزارشگر مسلمان باشه، یعنی غیر مسلمان نباشه، مرد باشه، اروپایی نباشه، آسیایی باشه و همه اینها رو هم لحاظ کردن. تا اینجا هم باهاش راه اومدن. آقای احمد شهید نه مرد، میدونه که مرد خب زن نیست و کشور مالدیو هست، وزیر امور خارجه سابق مالدیو بوده و از طرف دیگه مسلمان هستش. با همه این احوال ایشون رو راه ندادن، شروع کردن به جعلسازی و بعد و بی راه گفتن نسبت به ایشون تا حد ممکن گزارش ایشون رو تضعیف بکنن، که اتفاقا اینجور هم بود. گزارش مقدماتی آقای احمد شهید گزارشی بود که در واقع راه تعامل رو باز گذاشته بود، بسیاری از مسائل رو درش مطرح نکرده بود، دست نگذاشته بود، به خصوص روی اعدام‌های بعد از در واقع همین سال 88 و به ویژه اعدام های سال گذشته که اتفاقا جزء مأموریت ایشون بود. میدونید ما در سال گذشته چند تا اعدام سیاسی داشتیم، خانم زهرا بهرامی رو داشتیم که اعدام کردن که اتفاقا ایشون شهروند هلندی هستن، و بعد علی صارمی رو داشتیم که در سال 87 به خاطر یک دقیقه سخنرانی در خاوران دستگیر شده بود، و بعد محمد حاج‌آقایی و
جعفر کاظمی رو داشتیم، اینا اعدامای سیاسی بود که اتفاقا در سال گذشته انجام گرفته بود. در سال گذشته در واقع ماموریت ایشون عرض می‌کنم که در سال 89 اعدام شده بودن در بهمن ماه و دی ماه. و خب ما در آستانه دادن یارانه ها و به قول من خودشون هدفمندی یارانه ها اینها رو اعدام کردن، چون تصور میکردن ممکنه شورش های شهری به وجود بیاد، به خاطر اینکه چنگ و دندون به مردم نشون بدن و تهدید بکنن اینها رو اعدام کردن. در گزارش آقای احمد شهید نیومده، حتی در گزارش مقدماتیشون نیومده بود، در گزارش کاملشون هم مسئله اعدام های سیاسی نیومده، که اتفاقا این هم باز هم میتونم بگم برای بازگذاشتن راه تعامل با نظام جمهوری اسلامی، ولی اینها به این حد هم بسنده نکردن و نپذیرفتن و میدونید تمدید گزارشگر یک شکست برای جمهوری اسلامی و پیروزی برای در واقع کسانی که به دنبال بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هستن. شما ببینید همونقدی که نظام جمهوری اسلامی میاد توطئه میکنه، همینقدر که تلاش میکنه در سطح بین المللی که مبادا گزارشگر انتخاب بشه، اینها نشون دهنده اینه که حساس نسبت به این. شما نگاه کنید امسال کشور موریتانی هم که جزو کشورهای اسلامی است خواهان گزارشگر شده در ارتباط با ایران و به کتنامه رأی منفی نداده، در صورتی که سال گذشته رأی منفی داده بود. و میدونید خب فقط چین، روسیه از کوبا است که اینها وضعیتشون در سطح بین‌المللی مشخصه، وضعیت که همیشه از نظام جمهوری اسلامی حمایت کردن، همیشه از کشور از همه کشورهای ناقض حقوق بشر حمایت کردن و از همه دولت‌ها فرق نمی‌کرده، دولت مثلا کوبا از تمامی دولت‌هایی که در ایران بودن، دولت‌هایی که چه دست در خون نیروهای چپ ایران داشتن چه در دست در خون نیروهای راست ایران داشتن، فرقی با دولت کوبا نمی‌کرده، به خاطر منافع اقتصادی که داره، به خاطر روابطی که داره خوب حمایت میکنه. دولت چین و روسیه خب میدونید در غارت اموال مردم ایران مشارکت مستقیم دارن. خب شما اگر ملاحظه کنید هر چه این فشارها بیشتر بشه دولت چین استفاده بیشتر میبره، بنابراین دولت جمهوری اسلامی رو تشویق میکنه به انجام این امور و تاییدش میکنه. چرا؟ چون این قراردادهای 10 میلیارد دلاری، 10 میلیارد دلاری که در سال مونده و شما میبینید همه بازار ایران در قبضه چین هستش یا از اون طرف روسیه هستش، به همین دلیل اینها اتفاقا خواهان این وضعیت هستن و حمایت میکنن. بنابراین تلاش ما باید به این سمت باشه که گزارشگر رو تقویت بکنیم، گزارشگر رو پشتیبانی بکنیم با ارائه اخبار اطلاعات، هر چند محدودیت ها رو نسبت بین المللی باید در نظر بگیریم، هر چند که خب این گزارشگرها در هر صورت در کادر سازمان ملل حرکت میکنن، کادر سازمان ملل دولت جمهوری اسلامی یکی از اعضای سازمان ملل هست، اعضای این کلوب هست و در واقع این نهاد قبل از هر چیز هوای دولت ها رو داره، این یک واقعیته و گزارشگر ویژه هم در کادر این تعریف حرکت میکنه. بنابراین ما هستیم که بایستی با اعمال با دادن اطلاعاتمون، با اعمال فشار هرچه بیشتر، با افشاگری هرچه بیشتر و با مطرح کردن خواسته های مشخص. ببینید احمد شهید موظفه که و متاسفانه حتی به این وظیفش عمل نکرده، موظفه در ارتباط با مشخص کردن محل دفن قتل عام شدگان سال 67 حرکت بکنه. این بخشی از وظیفه اوه. چرا؟ چون کشتار 67 اگر در سال 67 اتفاق افتاده، اما خانواده های اونها امروز در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم اینها محروم هستن از اینکه بدونن عزیزانشون کجا خاکن و این نقض حقوق بشره، نقضیست که امروز داره اتفاق میفته و محرومیتیست که خانواده ها دارن متحمل میشن. اگر یک خانواده ای فرزندش در زندان هست و به این شکل حقش داره زیر پا گذاشته میشه، این مادر، این همسر یا این فرزند یا این پدری که فرزندش رو اعدام کردن و از محل دفنش خبر نداره، در واقع حقش داره پایمال میشه و نقض حقوق بشره. و مشخصا بایستی آقای احمد شهید به این موضوع بپردازه و بر همه کسانی که در ارتباط با حقوق بشر کار میکنن این وظیفه به گردنشون هست که در ارتباط با این مسئله کار بکنن. اتفاقا یک شاخص خوب برای تمیز اون که کسی که ادعای دفاع از حقوق بشر میکنه، شما یک شاخص یا یک معیاری که میتونه مشخص بکنه آیا اون مسئلهش حقوق بشر هست، دفاع از حقوق بشر هست یا نه. حقوق بشر
یا این شعار دستاویزیست برای او برای پیشبرد مسائل سیاسیش. اینجا مشخص میشه که در ارتباط با کشتار 67 چه موضعی میگیره، در پیگیری حقوق قتل عام شدگان چه تلاشی میکنه و چه خواسته هایی رو مطرح میکنه. اتفاقا این یه شاخص خیلی خوب است و تصور من اینه که میبایستی اینها رو از آقای احمد شهید بخواییم، این فشار رو بیاریم و او موظفه طبق حتی مأموریتش و تعریف مأموریتش مشخصه در این رابطه ها به خصوص بایستی ایشون در واقع کار بکنه، توضیح بده، توضیح بخواد از نظام جمهوری اسلامی. و من فکر میکنم که در با توجه به ملاقات هایی که با احمد شهید شده، با توجه به مواردی که بهش مطرح شده، خب اینجا دست رژیم رو بیشتر میبسته و خواهد بست در آینده که نتونه مطامعش رو پیش ببره، چرا که اونها توطئه میکنن، چرا که اونها با آوردن آدمهاشون با ارسال مطلب از طرف آدمهاشون یا نیروهاشون و سازمانهای دستازشون کمک میکنن که تحریف بکنن شرایط ایران رو و ناروشن جلوه بدن نفس حقوق بشر در ایران رو. به همین دلیله که وظیفه ما دو برابر میشه. آقای مستقیم، من بیشتر از 2 دقیقه فرصت نداریم. من سوالم از شما اینه که شما ملاقات کردید با احمد شهید؟ نه، من خودم شخصا بار ملاقات نکردم، ولی دوستانم ملاقات کردم، کسایی که میشناختم و اونجایی که فکر میکردم که لازمه با ایشون در میون گذاشته بشه، طریق خب دوستانی که باهاشون ارتباط داشتم از اونها خواستم، چون میدونید احمد شهید در بروکسل و آلمان و اونجا و ژنو ملاقاتهایی رو امسال داشت با تعدادی از زندانیان هم داشت، از زندانیان گذشته چه در حال حاضر و یا چه کسانی که از ایران اومده بودن، ایشون ملاقات هایی رو داشتن. و من امیدوارم که در آینده وضعیت حقوق بشر در ایران انعکاس نقض حقوق بشر در ایران انعکاس بیشتری داشته باشه در گزارش ایشون و خب کمتر برخورد گزینشی بشه و اون چی که در ایران اتفاق میفته در گزارش بیاد. حالا ما مبالغه که آدم نیستش و خود ما پرهیز میکنم از این مسئله، ولی خب حقایق ایران توی گزارش بیاد و من امیدوارم که گزارش دفعه بعد بهتر باشه و این پیروزی برای حقوق بشر، برای مردم ایران، برای کسایی که در زندان ها هستن حقشون ضایع میشه که گزارشگر ویژه علارغم میل جمهوری اسلامی، علارغم توطئه هاش دوباره انتخاب شده با رأی بالاتری. توجه داشته باشید امسال رأی فقط 5 کشور بهش مخالف رأی مخالف دادن، در سال گذشته 7 کشور بود و امسال علارغم همه فشارهایی که جمهوری اسلامی آورد فقط تونست 5 کشور رو همراه خودش کنه. بسیار سپاسگزارم آقای مستقی گرامی. تو هفته آینده من خیلی اصرار دارم آقای مستقی که در این بحثایی که با شما انجام میدم حتما اسامی کسانی که در این زندان‌ها دست به جنایت‌های وحشتناک زدن، به اسم بازجو، به اسم نمیدونم شکنجه‌گر، به اسم رئیس زندانبان‌ها، به هر عنوانی که در این دستگاه‌های جهنمی اینا با بچه‌های ما، با دختران ما، با پسرای ما برخورد می‌کنن، اسامی اینا برای مردم روشن بشه. من امیدوارم که در بحث‌های آینده‌مون به این مسائل بپردازیم. خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون. حتما خیلی ممنون از شما همچنین از بینندگان عزیز. خب همینان گرامی، به همینجان برنامه ما به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده من که فردا شب یعنی چهارشنبه به وقت لس آنجلس ساعت 8:30 شب خواهد بود، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.